حاج احمد آقا ما رو خواستن، گفتن آقا امام شما رو کار داره. رفتم خدمتشون، فرمودن پدر شما خیلی زحمت کشیده برای جمع آوری ذخایر، الان نظام جمهوری اسلامی ما هم باید سهمی داشته باشیم. یک چک 50 میلیون تومانی در اون زمان 20 و چند سال پیش به من دادن، در بچه منم نوشتن، فرمودن که شما برید خانه های اطراف کتابخانه رو بخرید توسعه بدید و این مجموعه آبروی حوزه است، آبروی ایرانه، که ما الان اگه یه اتاقش هم بخوایم بخریم با این 5 میلیون دیگه موفق نمیشیم. الحمدلله خریدیم، دستور دادن به وزارت دفاع با استانداردهای جهانی ساختمون رو به بهترین وجه ساختن در 7 طبقه در 16000 متر زیر بنا که مجموعاً با ساختمان قدیم 21500 متر زمین. هدیه‌ای رو روی پوست نوشتند، هدیه آوردن به آقای ریاست جمهوری، میخوان تقدیم کنن تا آقای ریاست جمهوری آن را تقدیم کنه به کتابخانه مرشیه نجفی. بله، هدیه‌ای که هست دعای کمیل رو روی پوست چرم نوشتند با خط صحرا، هدیه میکنن به جناب آقای رئیس جمهور به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و تشکر میکنیم از آقای بامای چیته رئیس کتابخانه ملی کشور مالی، هدیه بسیار زیبا و ارزنده است. متن دعای شریف کمیل به خط صحرا نوشته شده که به رئیس محترم جمهوری هدیه میکنند، به پیشگاه مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام که این دعا از لسان مبارک ایشان به آسمان ها رفته و امروز دست به دست به دست محبان و شیعیان میچرخد، صلوات بفرستید. امروز از 7 اثر از آثار حضرت آیت الله العظمای مرعشی نجفی رونمایی می شود. جناب رئیس جمهور هدیه کردند به کتابخانه آیت الله العظمای مرعشی نجفی. دعوت می کنم که جناب رئیس جمهور، جناب آقای استاندار، جناب آقای دکتر حسینی، جناب آقای مرعشی تشریف بیارند خدمتشون باشیم، جناب آقای سعیدی خدمتشون باشیم. از فرزند جانباز شهید محسنی دعوت میکنم که ایشون هم زحمت بکشند چند جلد از آثار مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نجفی امروز به وسیله ریاست محترم جمهوری رونمایی میشه. یک جلد از این 7 جلد 7 اثر 1100 نامه هست که بین حضرت آیت الله العظمای مرعشی نجفی با اساتید، با علما و دانشمندان داخلی و خارجی مبادله شده، امروز رونمایی میشه. صلوات بفرستید. آقای دکتر بفرمایید. آثاری که رونمایی شده است رو تولیت کتابخانه بزرگ آیت الله العظمای مرعشی نجفی برای ریاست محترم جمهوری توضیح می‌دهند و آثار بسیار دیگری است که در طی سالها و ماه‌های آینده به زیور چاپ آراسته خواهد شد و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. به اطلاع شنوندگان و بینندگان محترم می‌رسانیم که تا دقایقی دیگه شرمنده سخنرانی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد در کنگره بین المللی آیت الله العظمی مرعشی نجفی خواهیم بود که بعد از رونمایی توسط ریاست محترم جمهوری از 7 اثر از آثار حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی ایراد خواهد شد. به شما عرض کنم این طاغوت ها و طاغوتچه ها و مستکبرینی که در نوع خود
در مقایسه با طاغوت‌های طول تاریخ بی‌نظیرند. به لحاظ فساد، به لحاظ چپاولگری، به لحاظ خشونت، به لحاظ ضدیت با ارزش‌های الهی و آسمانی، به لحاظ ضدیت با اصل و حقیقت انسان و انسان کامل، و به لحاظ کشتار و جنایت علیه بشریت بی‌نظیرند. و شاید نقطه کمال همه طاغوت‌ها، نقطه نهایی همه طاغوت‌ها و مستکبران و بزرگترین مانع در برابر جهانی شدن انسان، به فضل الهی در حال فرو ریختنند. بیداری انسانی در سرتاسر زمین در حال وقوع است. اون حرکت اصلی در راه است و خواهد آمد. نشانه هاش در گوشه و کنار دنیا آشکار شده است. عزیزان من، امروز دو تا مأموریت داریم. مأموریت اول ما الگوسازی است. باید تلاش کنیم در این سرزمین که به اعتقاد من خدای متعال همانطور که پیامبران را آفرید، اهل بیت را آفرید، مجاهدان و مصلحان را آفرید، برای هر کدوم مأموریتی قرار داد، ایران را هم آفرید، برای ایران مأموریتی قرار داد، هم او را در فراز و نشیب حوادث تاریخی آبدیده کرد و هم امکانات و ظرفیت‌های لازم را در اختیار او قرار داد تا امروز یک مأموریت تاریخی ایفا کند، که اولین مأموریت ساختن الگوست.